سلام، به نخستین گفتگوی ویژه برنامه‌های انتخاباتی که از تلویزیون جوانان افغانستان به نشر می‌رسد با من علی قربانی خوش آمدید. در این برنامه و در این گفتگوی ویژه با تیکت انتخاباتی مشارکت و تغییر به رهبری جناب آقای دکتر شهید محمد عبدالی صحبت و گفتگویی خواهیم داشت. برنامه‌ها و چگونگی استراتژیک واقعی شدن این برنامه‌های ایشان را در صورت پیروزی و راهیابی به حکومت جدید و بحث و بررسی خواهیم گرفت و بیشتر از خودشان خواهیم شنید. جناب آقای عبدالی، خیلی سپاس از این فرصتی که در اختیار ما قرار دارید. سلامت باشید. جناب آقای عبدالی، شما تحت عنوان مشارکت و تغییر یک تکت انتخاباتی را ایجاد کردین. در میان دیگر نامزدان ریاست جمهوری سال 1398 هجری خورشیدی قرار داریم. چگونه این تصمیم را گرفتین و چرا؟ چه تصمیم باعث شد که به جمع نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1398 بپیوندید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و سلام به بیندگان عزیز شما. ما چندین بار در مصاحبه گذاشته خود ایراد توضیح دادم که دلیل چی بود که خودم از وظیفه قبلی که سفیر افغانستان در هند بودم استعفا بدم و به افغانستان بیام. بله. بعضی دوستایم و کلانا، جوانا و بعض خواهرها که با هم به تماس بودیم در 18 سال گذشته حکومت که با هم یک جا کار میکردیم، در روزای آخر بعد از 2 سال حکومت کنونی وقتی وضعیت مملکت به طرف بحران رفت و تا به امروز میبینیم که حالت به کدام طرف میره، او وقتم اینی دوستایم کلانا به این باور بودن که مملکت به طرف یک بحران میره، ما ضرورت به یک سیاست بدیل داریم که در افغانستان امروز پس برای احیای مجدد وحدت ملی برای یک حکومت واقعی مردمی افغانستان دست به کار شویم. در اول خودم شخصا علاقه مندی نداشتم و نمیخواستم که یک بار کلان سرشانیم باشه. درست. مقاومت کردم اما بالاخره مجبور شدم با اساس خاص مکررن از طرف او دوستا استفاده دادم آمدم به افغانستان. انگیزه دومی که خودم چرا فرصت یافتم که در افغانستان وقتم یک تغییر ممکن است، شعار ما تغییر است از راه مشارکت، او از نسل جدید افغانستانی که نسل جوان است. ما در 18 سال خودم به چشم خود دیدیم که رشد کرده. بله. و ما انگیزم که امروز در مورد سیاست خود برای تغییر دارم از نسل جوان افغانستان. بسیار خوب. جناب آقای عبدالی، چی ویژگی دارد تیکت انتخاباتی شما؟ تیکتی که معاونیت اول او را جناب آقای بسیر سالنگی و معاونیت دوم را جناب آقای ذوالفقار امید به عهده دارند. ما دی یک محاسبه دارم. محاسبه یک انتقال است از یک نسل به یک نسل دیگر. ما در افغانستان در 18 سال یک نسل داشتیم که تا به امروز در سر قدرت است. از نسل گذشته افغانستان که در جهاد و در جنجالای افغانستان با وجود آمده و تا به امروز سر قدرت است. اما ما امروز فرصت می‌بینیم که از این نسل یک انتقال قدرت به یک نسل جدید میشه. بله. و همین دلیل سالنگی صاحب که یک از کماندانای برجسته افغانستان که در جهاد مقاومت بوده. بله. و او را گرفتیم و در تیکت دوم خود یا معاون دوم خود یک نسل جوانی که از جنبش روشنایی یک گزار شده است که این نمایندگی یک نسل جوان میکنه. خودم یک محاسبه در ایتکتم دارم طوری که در سیاست وطن خود دارم که از یک قشر به یک قشر دیگه باید مسئولیت‌ها در افغانستان انتقال یابد. بسیار خوب. جناب آقای عبدالی، اخیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش های صلح و گفتگوهای دوامدار صلح میان ایالات متحده، نماینده ویژه ایالات متحده زلمه خلیزاد و طالبان را به حالت تعلیق درآورد و متوقف کرد. دلیلی که این کار را انجام داد، حالا جناب آقای ترامپ گفتند که طالبان در جریان گفتگوهای صلح انسانهای بیگناه زیاد را کشتند. شما در این زمینه چه ابراز نظر میکنید؟ چه تاسف است که بعد از 10 ماه تقریبا انتظار برای صلح در افغانستان امروز پروسه صلح به یک بنبست رسیده. بله. خودم شخصا تجربه 18 ساله حکومتی که داشتم همیشه تشویش ابراز میکردم که خدای نخواسته این پروسه صلح ما به یک نقطه برسه که
که با حالت نتیجه امروز که میبینیم به اون نتیجه برسه که خدای نخواسته ما نه نتیجه صلح در افغانستان داشته باشیم و نه انتخابات که برو آمادگی کامل داشته باشیم. اینی حالت 10 ماه گذشته ما که از صلح و انتخابات صحبت میکردیم، ما تکراراً ابراز کردیم که بزرگترین فرصت در بین دو پروسه باید یک وضاحت وجود بیاید که ما واقعا با کدام پروسه بالاخره پیش میشیم و کدام پروسه را در اول به نتیجه میرسانیم. و این تشویش را داشتم، امروز امو تشویشم نتیجه داد. بدبختانه امروز پروسه صلح به یک بنبست رسیده. این دو دلیل می داشته باشند. یک دلیلش که یک از طرفین داخل صلح اراده برای صلح نداره، در این وقتی حساس برای صلح ما را سبوتاژ کرده. یا یک حلقه دیگه که همیشه خودم در 18 سال حکومت که بودم همیشه پروسه صلح ما که به یک جای می رسید سبوتاژ می شده. یا یک حلقه سیوم این پروسه ما را مختال کرده و میخواه که پروسه صلح ما به نتیجه برسه. علاقمندی حکومت افغانستان را، حکومت وحدت ملی را به این روند چگونه میبینید؟ واقعا این پروسه که تا به امروز پیش رفته، او هماهنگی که به حکومت میبود، حکومت واقعا خودشون همیشه یاد میکنه که کلن در تفاهمشان و هماهنگی نزدیکتر نداشتن، اما این پروسه تا به حال بین امریکا و طالب بوده. امروز و یا بعد از نتیجه که طالب و امریکا از گفتگوی خود نتیجه می گرفت، امروز این موضوع به حکومت افغانستان راجع می شد. لذا امروز متاسفانه پیش از اینکه حکومت به او پروسه برسه و یا به گفتگوی طالب ها نزدیک شوه، این پروسه مختل شده. به امید از اینکه وضاحت درست بشنویم که اصلا این پروسه از کدام طرف مختل شده و دلیل چی بوده و قدم های بعدی چی خود. بسیار. اما فکر میکنم که وقت ازی است که افغان ها حکومت و بیرون از حکومت همگی امروز با هم بشینن و تحلیل ارزیابی بکنن که دلیل مختل شدن پروسه چی بوده. درست. آقای عبدالی، اگر روند صلح باعث شود تا انتخابات به تعویق بیفته برگزاریش، یا ای که برگزاری انتخابات با مختل با اختلال ایجاد شده، شما چی فکر میکنید؟ در این زمینه آیا این موضوع برای شما پذیرفتنی است؟ ترجیحاً اگر در افغانستان صلح باشه و در صلح انتخابات داشته باشیم، هر افغان این را درک میکنه که بعد در افغانستان ما پروسه صلح ترجیح بدیم. بله. اما او پروسه صلح که ما میخوایم او از خود شرایط داره. پروسه صلح که دستاورده ما از دست نره واقعا برای انتخابات زمینه ساز شده و ای صلح باشه که پایدار باشه در افغانستان، نه که خدای نخواسته مثل تجربه تلخ در گذشته که داشتیم به نام صلح به افغانستان چی آمد و امروز باز خدای نخواسته به نام صلح ما به یک فاجعه بریم. لذا پروسه صلح ترجیح میدیم، اما به شرط از اینکه پروسه صلح واقعی برای درد مردم افغانستان دوا باشه، که صلح در افغانستان بیاید و ما در انتخابات امن اشتراک کنیم. پس در صورتی که روند صلح به شکل حالا برای انتخابات صدمه وارد بکنه، این موضوع برای شما پذیرفتنی است؟ قطعا نیست، به خاطر اینکه ما در 18 سال کوششم برای بود که در افغانستان دموکراسی رشد کنه و هر افغان حق خود داشته باشه و در افغانستان خصوصا پیشرفتایی که امروز داریم بید پیشرفته اضافه بکنیم، نه که با قبریم. ما در گذشته تاریخ تلخی پیش خود گذاشتیم، نمیخوایم که در افغانستان ما با قبریم، باید پیش بریم، دستاورده که داریم به او دستاورده باید اضافه بکنیم. حاضر هستین به خاطر روند صلح به عنوان یکی از نامزدان مستقل انتخابات ریاست جمهوری چه کاره بکنین؟ برای انتخابات یا برای صلح؟ برای صلح. طبعا پیشتر عرض کردم اگر در نبود ما که در انتخابات نباشیم، صلح واقعی به افغانستان میاد، به مردم افغانستان میاد. طبیعتا ما اصلا سیاست خود برازی آغاز کردیم که در افغانستان صلح باشه و این ترقی باشه. اگر یک پرسش باشه که ما در افغانستان اگر صلح میخوایم داشته باشیم، برای انتخابات به دری وقت خاص که شرایط خاص است و در افغانستان جنگ است،
ما به انتخابات نریم بدون شک منصرف میشیم، به خاطر بسیار اینکه خوب، حق اولاد برای حیات مردم افغانستان صحبت میکنیم. بسیار خوب جناب آقای عبدالی، تیکت مشارکت و تغییر برای تشویق مردم و بخصوص تشویق جوان و قشر تحصیل کرده که در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز رای دهی برند و رای بتن چقدر تلاش کرده با توجه به درس هایی که مردم یا تجربه که مردم از انتخابات گذشته پارلمانی دریافت کردند؟ بیشتر اشاره داشتم که شعار ما که مشارکت و تغییر از یک مفهومی از خود داره. ما تکیت هستیم که نمیخوایم با اساس مصلحت به مقام خود برسانیم، یا با اساس یک معامله مشخص که متاسفانه در 18 سال گذشته خودم به یک مامور دیدیم به چشم خود که حکومت ما به چی میار به کدام اساس ساخته شده. اکثریت وقتا حکومت ما با اساس گروه ها، با اساس اقوام، با اساس مصلحت ها ساخته می شود. ما یک فرصت اولا می بینیم که اون فرصت برای تغییر است. تغییری است که ما باید با اساس معیارها حکومت خود بسازیم. چون افغانستان امروز افغانستان 2001 نیست که ما ضرورت به این قسم جرامه داشته باشیم که حکومت های ما گروه ها برای ما بسازن. ما امروز یک نسل جوان داریم که فضل خدا امروز یک مثال خوب تلویزیون شماست که یک جوان در رهبری تلویزیون خود میکنن. از یک نسل کلان افغانستان که 70% امروز تشکیل میدن. بله. از ما یک فرصت میبینیم که برای تغییر است و باید جوانای افغانستان خصوصا از این فرصت استفاده کنم. بسیار خوب. پشت دیگران نره، خودشان سرنوشت بعد از خود انتخاب. آقای عبدالی، تلاش هایی که مشخصا تیکت مشارکت و تغییر در زمینه تشویق جوانان و سهمگیری در ریاست انتخابات ریاست جمهوری انجام داده چه ها بوده؟ این بوده، این خود بود که جوان مطمئن شد که این تیکت خودشان است. در صورت فیروز زیادترین سهم برای نسل جوان داده خود شد. بله. بخاطر که شعار ما شعار تغییر است و شعار تغییر از یک نسل به یک نسل دیگر است. نسل گذشته افغانستان معلوم است، نسل جدید در افغانستان معلوم است و ما خودم شخصا وقت که باور دارم که این قسم در افغانستان سیاست فیروز میشه به دلیل از اینکه ما با اساس یک اصول شعار خود باور داریم. اصول در افغانستان در هر حکومت ای باید باشه که چیزی که در روی کاغذ است اون را تطبیق کنیم. روی کاغذ ما قانون است، روی کاغذ ما معیار است. لحاظ مبارزه ما فیروز خواهد شد به خاطر که ما بله. از یک اصول صحبت میکنیم. اصولی است که باید حکومت بعدی ما، حکومت خصوصا بعدی ما بسیار خوب با اساس معیار باید تشکیل شود و معیار نسل جوان پورا میکنه. بسیار خوب. علاقمندی مردم افغانستان به خصوص جوانان را با در نظر داشت انتخابات پارلمانی که گذشت، ظرفیت هایی که در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت برکنار شدند، محاکمه شدند و ظرفیت های جدیدی که آمدند را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در سال 1398 چگونه میبینید؟ متاسفانه تشویش هنوز موجود داره. پارلمان انتخابات پارلمانی گذشته ما معلوم است که نتیجهشون چی بوده. امروز هم متاسفانه تشویش ها وجود داره که آیا کمیسیون انتخابات کاملا آمادگی برای ما برای انتخابات شفاف داره نداره. بله. لذا تشویش ها وجود داره که اگر به این شکل که تا به حال پیش رفتیم یک انتخابات واقعا شفاف نخواهد داشتیم. این موضوع راجع میشه به حکومت. حکومت باید تمام امکانات برای کمیسیون از نگاه استقلالیت و شفافیت فراهم بسازد تا ما بتانیم که به ارزو برسیم که ارزو برای تغییر است و واقعا مردم افغانستان بتانه در یک انتخابات اشتراک بکنه که انتخاب به دستش باشه، نه که مردم افغانستان قربانی بتانه و در نتیجه حکومت مسلطی باشه یا حکومتی که انتصابی باشه، نه انتخابی و انتخابی وقتی می باشه که مردم افغانستان رو مستقیم دخیل باشه. امروز حکومت ما و شما که یک مصلحت است و نتیجه امروزی افغانستان که قربانی مردم افغانستان است، بدبختی و غربت و ناامنی افغانستان است، این را باید تبدیل به یک حکومت انتخابی بکنیم. ظرفیت های کنونی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی رو چگونه میبینید؟ با استعداده که اول به فکرش بودیم طبعا او استعداد و قابلیت
که در کمیسیون باید نبود ما کلا نمیبینم. اما در اینجا زیادتر مسئله راجع به حکومت میشه که زمینه را مسئله بکنه. کمیسیون یک اداره که در او قوانین انتخابات است و یک مدیریت انتخابات است که در او میشه، اما اصل برای تطبیق تمام قوانین و شفافیت و استقلالیت مسئله است که به حکومت زیادتر راجع میشه. لذا این مسئله به حکومت مرتبط است که حکومت برای انتخابات شفاف و برای استقلالیت کمیسیون احترام بگذاره. بسیار خوب. پس از میان برنامه در صحبت ویژه با جناب آقای دکتر شهیدا محمد عبدالی برمیگردیم. به ادامه گفتگوی ویژه ما با نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 هجری خورشیدی جناب آقای دکتر شهیدا محمد عبدالی رهبر تیکت انتخاباتی مشارکت و تغییر خوش آمدید. آقای عبدالی، در صورت پیروزی تیکت انتخاباتی شما در انتخابات ریاست جمهوری، صد روز نخست حکومتتان چگونه خواهد بود؟ اگر خدا خواست به پیروزی ما برسیم، چون از میار صحبت کردم، چون از تغییر صحبت کردم، روز اول برای یک مطالعه و ارزیابی کلی برای یک حکومتداری خوب آغاز خواهد کردم که بستر مشکلات امروزی که بعد یک رای حل پیدا شود از یک حکومتداری خوب شده بیدانم، از یک حکومت خوب شده بیدانم. بله. ما اگر خدا خواست از روز اول با یک ارزیابی تحلیل عمومی از تمام ادارات افغانستان که با کدام فیصدی استخدام معیاری شده و با کدام فیصدی استخدام غیر معیاری شده، تا ما بتانیم که در وقت با اساس معیار پیش بریم. تبعیض که در افغانستان ما نمیتانیم که روز اول برای تمام شاید رای حل پیدا کنیم، اما فکر میکنم که از یک حکومتداری خوب آغازم خواهد با او ارزو ما را برسانه که بالاخره روی هم مردم افغانستان. مشخصا در صد روز نخست روی کدام بخش ها بیشتر تمرکز خواهید کرد جدا از حکومتداری خوب؟ طبیعی است که وقت در حکومت صحبت میکنیم بخش حکومت با مردم مربوط به تیم ما خواهد بود. در داخل حکومت ادارات مختلف وجود داره، سکتور امنیتی است، سکتور اقتصادی است، سکتور سیاسی است و نظامی است. لحاظا این تمام مسئله در بر میگره در داخل نظام که ما فکر میکنم که اساسش روی معیارسازی اگر ما آغاز بکنیم یک راه را به ما باز میکنه که ما آهسته آهسته به یک نتیجه برسیم که در افغانستان چند فیصد ما امروز حکومت معیاری و غیر معیاری داریم. مردم افغانستان چی انتظار میشه داشته باشن از حکومت که اگر شما به پیروزی برسین و در او کار را آغاز بکنید؟ حکومت پاسخگو. امروز حکومت پاسخگو نیست. وقتی مردم در داخل نظام همگی جای خود نبینه، او حکومت پاسخگو با مردم نیست. حال حکومت امروزی ما با اساس یک مصلحت وجود آمد، پیشتر میشه داشتم با اساس اقوام و گروه ها تقسیم شده. وقتی این رقم حکومت باشه، اینا پاسخگو با شریکین و کسایی که در داخل نظام سهم داره با اونا هستن. به همین دلیل ما میخوام که این پاسخگویی تعلق به مردم افغانستان بگیره. وقتی میشه که شما از مردم افغانستان حکومت خود متشکل کنید، امروز یا شکل بدید. امروز ما در افغانستان خوشبختانه بیشتر میشه داشتم که در طول 18 سال بزرگترین دستاورد ما به نظر ما نسل است که در 18 سال تحصیل کرده امروز و امروز آماده خدمت مردم افغانستان. در پیوند به همین صحبت هایی که شما کردین، در صورت پیروزی همه شمولیت را چقدر در نظر خواهید گرفت در تناسب با حکومت وحدت ملی؟ بدون شک وقتی مسئله از میار میشه، این مسئله در اون میار سازی و شایسته سازی حل میشه. در افغانستان همه مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان حق شمولیت حکومت داره. امروز متاسفانه این تناسب که تمام مردم افغانستان مساویانه در حکومت باشه وجود نداره. به همین دلیل امروز ما به کلات رسیدیم که مردم افغانستان نخوش هستن از کارکرد حکومت امروزی. یا از تعهد ما و آغاز سفر سیاسی ما از وحدت ملی آغاز شده و از صلح در افغانستان آغاز شده. شما همه شمولیت را بر شایسته سالاری ترجیح میتین؟ شایسته سالاری حد نظر بگیریم، بدون شک او شایسته سالاری منجر به وحدت ملی برای سهم تمام مردم افغانستان خواهد بود. به خاطر که تمام مردم افغانستان، تمام اقوام افغانستان از خود شایسته سالاری و شایسته سالاری را ترجیح میده که دارن.
و حمایت خواهد کرد که با اساس 60 سالاری در حکومت صحیح باشه. هیچ کس در افغانستان نمیخواد که حکومت داشته باشه که بدون میار باشه. اما امروز ما بعض گروه ها داریم که 60 سالاری را حمایت میکنن به دلیل از اینکه اونا در 60 سالاری اونو کار کرد و اونو ارزوهایی که شخصی مربوط به خودش نباشه و ارزو را برآورده کردن میتونه. در خصوص مسائل حقوق بشری و نقش بانوان در حکومتداری، تیکت انتخاباتی مشارکت و تغییر چی برنامه های روی دست داره؟ بسیار مهم است. ما 18 سال پیش یک وزارت با نام وزارت زنان ساختیم. بله. وقتی بود که حقوق زن در افغانستان قطعا مطرح نبود. بله. برای اینکه یک زن یک خواهر مادر بفهمه که اونا در یک جامعه حق دارن، آغاز برآورده ساختن حقوق زن از ساختن یک وزارت شد. اما امروز ما میگیم که باید زنهای افغانستان، خانمهای افغانستان با یک وزارت تکیه نکرد، به خاطر که در افغانستان خانمها بدنه نیمه جامعه ما تشکیل میده و خوشبختانه در 18 سال اونا هم میارات که ضرورت بوده تا یک اندازه بسیارزاد پرم کرده. بسیار خوب. آقای عبدالی، تقرری های اخیر حکومت وحدت ملی به خصوص از قشر بانوان در وزارت های کلیدی، در معینیت های وزارت های کلیدی امنیتی را چگونه ارزیابی میکنید؟ ای کاش ای واقعا احترام با حقوق زنا میبود، بلکه زیادتر مثلا شعاری بوده، این روی کرد سمبولیک بوده به نظرتان؟ فکر میکنم زیادتر نمایشی به دلیل که نشان بده که ما با حقوق زن قائل هستیم. بله. اما در افغانستان شما ببینید که تنها کابل نیست، تنها معینیت‌ها نیست که نمایندگی تمام خانم‌ها و خواهر عزیز افغانستان قدمی تانه. شما فرض کنید در افغانستان لک‌ها بیوه دارین. ای کدام روز شما یک برنامه که مربوط به بیوه های افغانستان که لک ها زیدی مملکت وجود داره به یک برنامه را شنیدین؟ اما حکومت وحدت ملی از آغاز همراه با بانوی اول آغاز شد، در کنار رئیس جمهور بانوی اول نیز حضور داشت و گفته میشه تلاش های حالا در راستای دفاع از حقوق زنان انجام گرفته. در قسمت شما دیدتان چی هست؟ بدون شک که در افغانستان باید بانوان در سیاست باشه. بله. اما شما دیدین که به نام حقوق زن در افغانستان، به نام شمولیت خانم‌ها در افغانستان در وزارت‌ها به چه شکل صدا برانگیز شده، حساسیت برانگیز شده، به خاطر که این عملکرد زیادتر جنبه نمایشی داشتن، نه که حقیقی باشه. در 5 سال گذشته نبود، در اواخر حکومت یک دام به نام زن کارهای انجام شده که حساسیت‌ها را داخل افغانستان برملا کرده. از ضرور است که ما به حقوق خانم ها چیزی که در قانون است او قائل باشیم، به شکل قائل باشیم که به تمام خانم های افغانستان در هر جا باشه، کابل باشه، وزارت ها باشه، جای محل باشه، به حقوق زن در هر جای قائل باشه. آقای عبدالی، شما در افغانستان زندگی میکنین؟ خانواده ایتان در افغانستان حضور دارن؟ ما چرا وقتی در هند بودم، اولادایم در مکاتب هندی، چون 6.5 سال بودم در نصف سال مکتب بودم، این طرف اومدم و دلیلی که در داخل مکتب که سال نیمایی اونا بوده نمیتونستم که در داخل سال درسی اونا را از درس محروم بکنم. اما بدون شک ما پیش از که سفیر بودم 12 سال در کابل کار کردم با فامیل یک جا. امروز به دلیل از اینکه در داخل افغانستان به حدی مصروفیت ها سیاسی هستن که او مسئولیتی که یک با یک فامیل یک شخص داشته باشه، متاسفانه حالات وطن با می شکل است که ما تمام تمرکزم صرف فعالیت سیاسی می باشه. اما بعد از اینکه سال جدید مکاتب بخیر آغاز بشه در افغانستان، اونا را بخیر به داخل وطن خواهد آورد. در صورت پیروزی خانواده ایتان در افغانستان زندگی خواهد کرد؟ بله بله. بسیار خوب. نصاب تحصیلی در افغانستان گویا کم و بیش با چالش ها از سالهای گذشته تا کنون مواجه هست و آیا این یکی از دلایل بوده که فرزندان شما در خارج از کشور تحصیل کردن؟ نه، به خاطر که هر کشور از خود در مکاتب وقت خود دارن. در هند چون هوای گرم است، زیادتر آغاز سال از بهار نمیشه، وقتی نوختر میشه در داخل سال،
ای هر کشور متفاوتر از کشورهای دیگه بسیار میدونی خوب. چه وقت سال مکتب رفت. آقای عبدالی، در زمینه آموزش و پرورش و تحصیلات عالی شما چه کارهایی را انجام خواهید داد؟ چی برنامه هایی دارید؟ ما وقتی خصوصا در هند بودم از ای آغاز کردم که تر سهولت برای جوانای افغانستان فراهم بسازم که در هند درس بخوانه. ما وقت در 2012 کار خود آغاز کردم، در هند تقریبا 400 محصل درس میخوان. چون خودم در حالت بسیار دشوار درس خوندیم، یک مهاجر بودم و چندین بار از مکتب و از پانتون خارج شدم به دلیلی که یک مهاجر بودم. بله. او سختی ها در ذهن ما میشه مانده و کوشش کردم که از مو بدبختی افغان ها بیرون شو به اساس ظرفیت سازی در نسل جوان افغانستان. و همین دلیل بسیار کوشش کردم که زمین سازی در هند زیادتر بکنم برای جوان افغانستان و خوشبختانه افتخار را داشتم. در روز آخری که می آمدم از 400 جوانی که در یک سال درس می خواند به 16300 رساندم در هند. یعنی این کار کردم بود که در چارچوب وظیفه که به حیث نماینده افغانستان بودم این انجام دادم. لذا ما معتقد بیستم که یگانه راه برای بیرون رفت بحران کنونی افغانستان بله. تعلیم است که برای جوان افغانستان فراهم شود. حتی در شرط فیروزی که در افغانستان در مبارزه باشم، ما باور هستم که در افغانستان وقت رسیده که یک وقت ما عسکری جبری داشتیم در افغانستان. بله. وقت رسیده که ما حتی تعلیم جبری در افغانستان داشته باشیم که همه جوان خواهر برادر افغانستان مجبور باشه که در افغانستان تحصیل بکنه تا اینکه ما بتانیم که در افغانستان یک جامعه قانونمند داشته باشیم، یک جامعه که در او همه معیارات پوره باشه. شما غیر از تابعیت افغانستان تابعیت کدام کشور دیگه دارین؟ عمل کرده شما و روی کردتان در برابر او ده از افرادی که حالا در ساختارهای حکومتی کار میکنن و دارای چند تابعیت هستند چی هست؟ من یک چیزی که خودم تجربه کردم در 18 سال، چون یک از مامورین اولین بودم که در افغانستان کار آغاز کردم، یک حالت دوگانه را که خودم مشاهده کردم از روز اول تا به امروز جریان داره ای است که کسایی که از بیرون میاد با پاسپورت ها و اونا بسیار زیاد ارزش و ترجیح داده میشه در قسمت بله. حقوق و در قسمت امتیازات. تا به امروز شما میبینید که جوانه افغانستان که در داخل تعلیم میکنن، در داخل رشد میکنن و اونا به حد اهمیت داده نمیشه تا که جوان از بیرون میاد. لحاظا ما فکر میکنم که آل باید ما از مو وقتی که ضرورت به یک جوان تحصیل کرده که شاید به وقت از خود نمی داشتیم از بیرون جوان ها را می تبیسیم تا به امروز متاسفیم. بسیار خوب. ما باید به نسل جوان افغانستانی که داخل کشور است امروز این حق اولیت برشون بیدیم که اونا باید اولین حق امتیاز داشته باشه تا که جوانه که در بیرون از افغانستان اونا تشویق شون که وقتی در داخل افغانستان زندگی میکنن اولادای خود داخل داخل میمانه اونا را زیادتر امتیاز قائل میباشن، لحاظ اونا هم تشویق شو که خودشان بیا افغانستان. در خصوص امور امنیتی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از ظرفیت های تقریبا خوبه میشه گفت برخوردار هستند. شما در قسمت بالا بردن این ظرفیت ها چه کارهایی را میتونین انجام بدین؟ بدون شک به همین شکل که آهسته آهسته از یک مرحله به یک مرحله که انتقال مسئولیت هاست، ما خوشبختانه در افغانستان در هر سکتور کادرهای جدید داریم. بله. اما ما از برخورد افراطی که در تمام ادارات وجود بیاید به شمول امنیتی خلاف است، به خاطر که انتقال مسئولیت ها باید به تدریج اساس تدریج پیش برد. اگر ما یک دم یک نسلی که مجبوریت داریم به تجربهشان محروم از کار بکنیم و تبدیل به یک کادر بکنیم که تجربه کافی نداشته باشه، شاید او یک جنجال کلانتر بر ما پیش کنه. لذا به تدریجی بعد انتقال مسئولیت ها از یک نسل به یک نسل دیگه با اساس معیاراتی که پیشتر اشاره شدن در تمام سکتورها به شمول امنیتی و دفاعی. بسیار خوب. خیلی کوتاه به عنوان پرسش اخیر جناب آقای عبدالی، جوانان افغانستان، مردم افغانستان چرا باید به تیکت انتخاباتی مشارکت و تغییر رأی بدن؟ به خاطر که از بیرون برای بیرون رفت کنونی افغانستان به تغییر ضرورت است و ما کسی ادامه نیستم که فعالیت ها و کارکرد امروزی افغانستان را تمدید بکنم. به این دلیل باید مردم افغانستان برای رای تغییر رای بدن و خودم در اشم مردم افغانستان شدیم که
اونا تغییر از ما خواستن. بسیار سپاس از شما جناب آقای دکتر شهیدا محمد عبدالی، رهبر تیکت انتخاباتی مشارکت و تغییر در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398، از فرصتی که دادین. سلامت باشید. سلامت باشید. خوش آمدید. سلامت باشید.